سلام، من المیرام و امروز میخوام 7 مورد خیلی خوب که خودم هم امتحان کردم و نتیجه گرفتم رو بهتون یاد بدم. بهتون قول میدم اگر که تمام این نکات رو رعایت بکنین توی کمتر از چند ماه به 10 با فالوور هم میرسید. پس نکات رو حتما یادداشت کنین، حتما کاغذ و قلم بردارین که یادتون نره یه موقعی. میدونم خیلی سخته، شاید هم یه کوچولو زمانگیر باشه، ولی واقعا جواب میده. یعنی حتی روی یه دونه پستتون هم امتحان کنید میتونید ببینید که چقدر جواب مثبت میده. هر موقعی که میخواییم پست بذاریم 30 دقیقه قبل و 30 دقیقه بعدش باید یه سری کارا رو انجام بدیم. حالا چه کارایی؟ الان بهتون میگم. شما برای هر پستتون قطعا باید سری هشتگ ها رو استفاده بکنید که قبل توی ویدیو قبلی هم راجبش باهاتون صحبت کردم. حالا هشتگ هایی که میخواین استفاده بکنید رو میتونید برید توی قسمت سرچ اینستاگرام، هشتگتون رو بزنید، وارد قسمت تگ ها بشین و تاپ ها نه ریسنت ها رو سرچ بکنید و ببینید که چند نفر هستن که از هشتگ های شما استفاده کردن. به این پستاشون رو لایک کنید، براشون کامنت بذارید و با انگیج باشین با هشتگ هایی که میخواین توی پست خودتون استفاده بکنید و همینطور نیم ساعت بعد از اینکه پستتون هم گذاشتین این کار رو انجام بدین. میبینید که چقدر افراد مختلفی به سمت پیج شما میان و افرادی هم که قطعا شما رو نمیشناسن ولی دارن توی راستای پیج شما و هشتگ گذاری های شما حرکت میکنن. پس یه عالمه فالوور خوب مطمئنم که میگیرید و به شدت بازدید پست هاتون هم بالا میره. این رو بدونید که اینستاگرام توی اون ساعت‌های اولیه‌اش اگر که کامنت زیر پستتون زیاد باشه، یعنی تقریبا توی یک ساعت اول، اون موقع است که به خیلی از افراد نشون میده. پس خیلی مهمه که کامنت زیر پست شما زیاد باشه و مطمئن باشین زمانی که این کار رو انجام میدین اون هم میان برای شما کامنت میذارن. دومی مورد، در مورد کامنت های پستتون میخوام باهاتون صحبت کنم. قطعا خیلی ها هستن که میان برای شما کامنت میذارن. کامنت ها رو فقط 5 ساعت اولی که پستتون رو میذارید جواب کامنت ها رو بدین، ریپلای کنید، لایک کنید، هر کاری که دوست دارید میتونید انجام بدید. ولی زمانی که 5 ساعت گذشت دیگه جواب ندید. چرا؟ میخوام یه کاری کنید که فالوورها توجهشون به شما جلب بشه. چطوری؟ زمانی که میخواییم پست بعدیتون رو بذارین 5 دقیقه یا 10 دقیقه قبل از اینکه پست بعدیتون رو بذارید برید کامنت های پست قبلیتون رو لایک کنید، ریپلای کنید. این باعث میشه که خیلی بیان دوباره وارد صفحه شما بشن و باعث میشه که ببینن پست جدید شما رو. چرا؟ چون که براشون نوتیفیکیشن میره. پس این کار رو هم فراموش نکنید. سومی، 20 تا 50 تا از پیج‌های اینستاگرامی که مشابه شما دارن فعالیت میکنن رو پیدا بکنید. باهاشون در تعامل باشید، براشون کامنت بذارید، ریاکشن نشون بدید. اما ریاکشناتون اینطوری نباشه: چقدر عالیه، چقدر قشنگه، چقدر خوبه. اینا ریاکشن هایی هستن که همه دارن انجام میدن و معلومه که از سرباز کنیه. باید ریاکشن ها و کامنت هایی که میذارید نشون بده که خود شما هستید و به اون پست توجه کردید. چرا؟ چون که اینها مشتری های شما رو تو دل خودشون گنجوندن. یعنی فالوور های اینها کسایی هستن که ممکنه در آینده برای شما تبدیل به مشتری بشن. پس یادتون نره که حتما با این پیج ها تعامل داشته باشید. چهارمی، کامنت بذارید برای پیجای خیلی بزرگ، پیجایی که از 10K بیشتر هستن. الان میگین که خب قطعا کامنت ما دیده نمیشه، اونا نمیخونن یا خیلی دیر جواب میدن. اما این یه راهکاری داره، اونم اینه که ترن آن نوتیفیکیشن کنید. زمانی که اونا پست جدید بذارن برای شما نوتیفیکیشن میاد و اینکه شما جز اولین کسایی باشین که کامنت میذارین یا لایک میکنین مطمئنا توی ذهن اونا میره و اونا هم میان که پست که اینستاگرام شما رو ببینن و این خیلی میتونه برای شما ارزشمند و مهم باشه. پنجمی، پیج های خیلی بزرگ خیلی هم کامنت زیر پستاشون قطعا میاد که نمیرسن همه رو جواب بدن یا فراموش میکنن که جواب بدن. شما به این کامنت ها رو ببینید و هر کدوم که به نظرتون اومد جوابش رو میدونید و بهش مطمئن هستین جوابش رو بدید. اینطوری باعث میشه شما با افراد زیادی در ارتباط باشین و براشون جذاب باشه که شما اومدید دیدید و جوابشون رو دادید و قطعا میان و شما رو فالو میکنن.
ششمی، خیلی از پست هایی که خوشتون میاد رو حتما استوری بکنید، اما دو تا نکته در نظر داشته باشید. اولی اینه که حتما تگ کنید اون پیج رو که بتونه ببینه که شما از پستش خوشتون اومده و اومدید استوریش کردید. و دومی این که نظرتون رو بنویسید که چرا از این پست خوشتون اومده. اینطوری توجهش جلب میشه، میاد میبینه که کی اومده مثلا پست من رو استوری کرده و ممکنه وارد پیج شما بشه و با شما در ارتباط باشه. پس یادتون نره که اگر پستی از کسی شیر میکنید حتما تگش بکنید و حتما نظر شخصی خودتون رو توی اون استوری بنویسید. هفتمی، دوست باشید و اجتماعی باشید. یادتون باشه که زمانی که میرید دایرکت میدید به بقیه، اینطوری نباشه دایرکتتون که سلام من از پیج شما خوشم اومده، میشه شما هم منو فالو بکنید یا میشه فالو بک داشته باشین یا میتونیم همدیگر رو استوری بکنیم. اصلا اینها محتواهای قشنگی نیستن و مطمئن باشین هیچ وقت ازشون جواب نمیگیرید. اگر واقعا از پیج لذت میبرید به اون شخص بگید و حس واقعی و درونی و قلبیتون باشه. یعنی فقط اینطوری نباشه که برید بگید که بتونید فالوور بگیرید یا بتونید توجه اون شخص رو جلب بکنید. واقعا اگر که شخصا از اون پیج لذت میبرید حتما با اون ادمین اون پیج، اون کسی که پشت اون پیج، در میون بذارید. این باعث میشه که اون شخص هم بیاد پیج شما رو ببینه. اگر که شما هم محتوای ارزشمندی تولید کنید قطعا بیاد رو شما رو فالو بکنه. خب هفته مورد ما هم تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. یادتون نره که هر هفته مورد رو یادداشت بکنید، حتما ویدیو رو سیو بکنید، به اشتراک بذارید و استوری کنید. من ممنونم از همگی، همتون واقعا پشت منید و کلی به هم انگیزه و انرژی میدید. کمک کنید به بیشتر و بهتر دیده شدن این پست. دوستتون دارم. خدا نگهدار.